برسیم به مهمان برنامه، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. بعد از مدت‌ها در خدمتشون هستم، از کالیفرنیای آمریکا، آقای بیژن کیان، بسیار خوش اومدید. آقای کیان، خیلی کوتاه قبل از اینکه سوالات اصلی ما ازتون بپرسم، تحلیل شما از عملیاتی که دیشب انجام شد چه است؟ یک کشتار جدی به آنچه که شاید تمایل روسیه و چین هست به ایجاد مقاومت و فشار روی اسرائیل در عملیات غزه و تا حدی نمایشی. من فکر میکنم که پاسخ قطعی به حوثی ها هنوز داده نشده و این مرحله اول بحران هست و بستگی داره که چه عکس‌العملی از طرف جمهوری اسلامی که در حقیقت حامی نیروهای یمنی هست. اتفاقا سوال من همین آقای کیان، چون میخواستم اینو ازتون بپرسم که برسم به همین. ما دیدیم که علارغم تمام این رجزخونی ها و اینها، از شب گذشته اینها کار خیلی خاصی نکردن علیه نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، و حالا به جز چند تا موشک این برانور زدن که هیچ کدومش هم به هدف نخورده. فکر میکنید پاسخ اینها در روزهای آینده، هفته های آینده به این عملیات چه خواهد بود؟ چون بر اساس گزارش ها و ابعادی که من خوندم از عملیات دیشب، گرچه کوتاه بود و به قول شما شاید فاز اول یک درگیری گسترده تر با این گروه تروریستی هست، ولی ضربات سنگینی بهشون وارد شده. بدون شک در قاطع بودنش شکی نیست، چون هم در صحبت، هم در حرف، هم در عمل نظر میرسه که چرخش بسیار فاحشی ایجاد شده و این رویارویی در حقیقت بین سیاست‌های روسیه و چین در حمایت از جمهوری اسلامی و سیاست‌های آمریکاست که بدون شک ما یک چرخش رو در سیاست‌های آمریکا و در عملکرد واشنگتن می‌بینیم. بله، شما سوال من البته این بودش که فکر می‌کنید در روزهای آینده اینا پاسخ بدن اونجور که تهدید کردن حوثی‌ها؟ ببین، اگه برگردیم به مدلی که سابقه اینها هستش، معمولاً یک مقدار داد و بیداد می‌کنند و نطق‌های آتشین سر می‌دهند و تهدید می‌کنند و کار مهمی هم انجام نخواهند داد. بنابراین اگر به اون مدل نگاه بکنیم، نه، انتظار زیاد عکس‌العمل جدی. پس بذارید سوالمو اینجوری بپرسم آقای کیان، چرا فکر میکنید که این یک در واقع فاز اول بود و یک بخش کوچکی از یک درگیری گسترده تر با اینها در منطقه است؟ یعنی سناریوی شما، تحلیل شما از ماها و هفته های آینده چه هست در اون منطقه؟ بستگی به عکس‌العمل جمهوری اسلامی و میزان حمایتش از اونها. چون ببینید، اینها یه نیروی کوچکی هستند، نیروی بسیار بسیار توانایی نیستند، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ مالی، برای حمایت از عملیات نظامی. اینه که باستی ببینیم که امروز تهدیدی که آقای آنتونی بلینکن در صحبتشون در ارتباط با جمهوری اسلامی، چون هرچند که در قطعنامه نامی از جمهوری اسلامی برده نشده، ولی ایشان خیلی صریح این هشدار رو دادن به جمهوری اسلامی با زبان دیپلماتیک، چون این دولت آقای بایدن مصر هستش که با زبانی صحبت بکنه که بهترین و شیکترین زبان دیپلماتیک هستش. ولی فکر میکنم که در ضمن این یعنی اونور اینقدر نفهم هستن که به قول معروف از این زبان ها حالیشون نیست. ولی شما مشخصا اصلا از مسئله جنگ یمن الان یه مقدار بریم گسترده تر بپردازیم به کل درگیری هایی که در خاورمیانه الان در جریان هست. جنگ اسرائیل رو داریم در غزه، به هر حال اون درگیری هایی که در شمال اسرائیل با حزب الله لبنان هست، حذف عناصر مهم سپاه قدس و گروه های مثل حزب الله و حماس توسط اسرائیل هست در روزها و هفته های گذشته، و از این ورم خب به هر حال مسئله حوثی ها رو داریم در دریای سرخ و اتفاقی که دیشب افتاد. شما این چشمانداز این درگیری های کلی در این منطقه رو تو چند هفته آینده چطور میبینید؟ مشخصا بذارید بهتون بگم، آیا یکی یکی اسرائیل، امریکا و متحدانشون دارن میرن سراغ بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه؟ به نظر شما میشه این تئوری رو الان نزدیک به واقع گردید؟ بدون شک. البته میگم، زبان دیپلماتیک پوریاتوری هستش که کسانی که خاک این جور مسائل رو سالهاست خوردن به خوبی میدارن که در سیاست بعضی وقتا شما از یک طرف چیزی میگویید، از طرف دیگر کاملا برعکس اون رو
عمل میکنید ولی ادامه میدید اون صحبت دیپلماتیک رو ادامه میدید، چون درهای مذاکره در بحث دیپلماتیک بایستی همیشه باز باشن یا لااقل کمی باز باشن. اینه که به باور من اسرائیل بدون شک در رفع تهدیدی که مدام مردم اسرائیل رو تهدید میکنه مصر خواهد بود، بدون شک، یعنی کوتاه نخواهد بود، چون دلیل هم نداره که کوتاه بیاد و منفعتی هم براش نداره که کوتاه بیاد. در ارتباط با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میبینیم که دونه دونه یکی یکی نیروها دارن تضعیف میشن، دارن از بین میرن از دو زاویه، یکی زاویه عملکرد نظامی و رویارویی مستقیم و یکی کمبود مالی، چون جمهوری اسلامی هم کفگیرش به ته دیگ برده و با اون سخاوت سابق دیگه نمیتونه که کمک بکنه به ادامه این کار. صدای شیخ حسن نصرالله هم در اومده بود و البته هنوز هم همون آواز همیاری رو میخونن ولی پولی در کار نیست به اون صورت و اینا میدونید اینا پول میگیرن که به جنگن، بنابراین وقتی پول نگیرن مشکل دارن، چون عملا نمیتونن ادامه بدن، نیروی اقتصادی لازم رو، نیروی مالی رو ندارن که جنگ رو ادامه بدن. بنابراین نتیجه کلی از همه این اتفاقات ضعیف شدن روز به روز نهاد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش است. به نظرتون آقای کیان بعد حوثی ها و حماس نوبت حزب الله میرسه به عنوان اصلی ترین بازوی رژیم در منطقه؟ من مطمئنم که اگر حزب الله چرخشی در حرکاتش انجام نده، اگر بیاد جلو، اگر کوچکترین حرکتی انجام بده، من فکر میکنم که نیروهایی که این حزب الله رو تهدید برای اسرائیل میدانند که به درستی هم همینطور هست، ساکت نخواهند نشست و حزب الله رو نابود خواهند کرد. آقای کیان، دولتی در امریکا سر کار هست که خب مشخصا میدونم که شما مثل من دل خوشی ازش ندارید و مثل خیلی از مردم ایران، و خب قطعا فضای انتخاباتی در امریکا یواش یواش داره داغ میشه، به هر حال یه حدود 10 ماهی مونده به انتخابات 2024. فکر میکنید کلن اگر الان جو بایدن در کاخ سفید سر کار نبود و یک جمهوری خواه الان سر کار بود، بعد از اینکه اسرائیل حملاتش رو به حماس آغاز کرد و اون حمله جنایت در واقع تروریستی که 7 اکتبر رخ داد رخ میداد، فکر میکنید ما از طرف امریکا شاهد چه رویکردی میبودیم؟ و الان اگه یک امریکایی تحت کنترل جمهوری خواهان در منطقه میبود چه میشد؟ ببینید، نمیشه این کار کرد که اتفاقی که داره میفته اینه که دنیا داره میبینه که با یک دولت ضعیف در دولت آقای بایدن روبرو هست و محاسبات دیپلماتیک هم بر اساس همین اندازه‌گیری صورت میگیره، یعنی اینکه اگر ما فشار بیاریم فشار تا چه حد تحمل خواهد شد، تا چه حد پاسخ بهش داده خواهد شد. و محاسبه امروز این است که این دولت آقای بایدن به دنبال یک میراث سیاسی است که این میراث سیاسی در حقیقت به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد، و اینکه بگوید که من دولت جمهوری اسلامی را بازگرداندم به جامعه بین المللی و من مشکل رو حل کردم. یعنی اینا واقعا آقای کیان، یعنی هنوز اینها فکر میکنن جمهوری اسلامی رو میشه به جامعه بین الملل برگردوند؟ یعنی اینا هنوز دنبال همچین راه حل هایی هستن؟ ببینید، اینکه آقای بلینکن یا آقای بایدن و یا شورای امنیت ملی باورش این هستش که جمهوری اسلامی اصلاح پذیره یا نیست یک مطلبه، ولی اشتهای این دولت برای بازگذاشتن یک میراث سیاسی برای یک پیروزی بزرگ تمام نشدنی است. یعنی این دولت مصره که بتونه این کار رو انجام بده، چون چیز دیگه‌ای در کارنامش نداره. وقتی نگاه کنید ببینید که در کارنامش چه داره، اون فرار واقعا شرم‌آور از افغانستان و اینه که نیروهای نظامی رو پشت سر بذاره، پشتشون رو خالی بکنه. اقتصاد رو نگاه بکنید ببینید به کجا رسیده. ما مستقل بودیم از لحاظ انرژی، صادر می‌کردیم، ما یک صادرات خالص داشتیم،
متوقف کرد این پروژه ها رو، این وضعیت رو وجود آورد که آمریکا امروز در فشار. البته وقتی به آمار نگاه می‌کنید، بذارید برگردیم به همون بحث خاورمیانه. الان اگه خوبه ولی مردم در فشار. آقای کیان، الان اگه یک رئیس جمهور جمهوری خواه سر کار بود در کاخ سفید، ما از 7 اکتبر به این ور در خاورمیانه فکر می‌کنید شاهد چه سیاستی از آمریکا می‌بودیم که از طرف بایدن نمی‌بینیم الان؟ سیاست بسیار روشن و قاطع. نه اینکه از یه طرف این را بگوییم، از یه طرف آن را بگوییم، از یه طرف بگوییم ما حامی اسرائیل هستیم ولی بیاییم و در یک جنگ تبلیغاتی، خیلی مهمه که اینو صحبت کنیم، راجبش شرکت بکنیم، که بالو پر بدیم به رئیسی که بیاید به نیویورک و بگوییم بله 6 میلیارد دلار اینجا آزاد شد، 10 میلیارد دلار اونجا آزاد شد. به هیچ عنوان حقیقت نداره هیچ یک از اینها. یک جنگ تبلیغاتی برای اینکه حمایت خیلی خیلی به نظر من بی مورد و بی فایده از رئیسی بشه. حالا به دنبال چه پیروزی بوده آقای بلینکن و آقای بایدن و شورای امنیت ملی مشخص نیست، چون چیزی به دست نیورده، دستاوردی نداشته با این نوع حرکت و با این نوع مذاکره رقص بی پایان دیپلماتیک. اگر دولت جمهوری خواه بر سر کار بود، من شک ندارم که هزینه ها بسیار پایین تر می بود و آنچه که مخابره می شد در زبان سیاسی بسیار قاطع تر و بسیار روشن تر بود. همچنین که گفتم این است که بگوییم ما کاملا حامی اسرائیل هست، حامی اسرائیل هستیم، ولی به جمهوری اسلامی کمک می کنیم که هنوز به پرخاشگری و وحشتگرایی خودش ادامه بده. این دوگانه صحبت کردن رو ما نمیدیدیم در جمهوری خواه. نمونش پالیسی های سیاست های آقای ترامپ بود که فشار حد اکثری رو مطرح میکرد در اون لیست چند ماده‌ای آقای پومپئو. بدون شک متفاوت میبود، بدون شک هزینه ها کمتر میبود اگر دولت جمهوری خواه بر سر کار بود. بله آقای کیان، برگردیم به عملیاتی که شب گذشته در یمن برگزار شد. فکر میکنید پیامش به جمهوری اسلامی چه هست؟ پیامش به جمهوری اسلامی این هستش که ممکنه که تحمل جامعه جهانی در قبال عملیات ایزایی جمهوری اسلامی و پشت نیروهای نیابتی پنهان شدن داره تموم میشه. این پیام بسیار بسیار روشنی است که شما هر چقدر از این موشک‌ها بسازید و از این پهپادها به نیروهای نیابتی خودتون بدید، تحمل و توان رویارویی با پاسخ نظامی قاطع رو نخواهید داشت. من فکر می‌کنم این پیام رو مدت هاست که جمهوری اسلامی گرفته. توجه کنید که چه اتفاقی اونجا داره میفته. اینها همونهایی بودن که جانشان را فدای فلسطین میخواستن بکنن ولی هیچ اقدامی نشون ندادن، بعد هم اظهار براءت کردن بارها که نه این کار ما نبود و ما نبودیم و ما کمکی نکردیم و ما در اینجا نقشی نداشتیم. که هر چقدر راجب حوثیان فکر میکنید همین سناریو تکرار شه؟ چون خبری نشد از این برادران جمهوری اسلامی که پاشن برن در یمن و اینها کمک برادران حوثیشون. بله میگم اگه به سابقه جمهوری اسلامی به عکس العملش نگاه کنیم، هیچ راه دیگری نداریم که بگوییم بله جمهوری اسلامی وقتی بهش حمله میشه از دیوار یه سفارت بالا میره، یک تظاهرات چند صد هزار نفری با نیروهای سپاهی بسیجی خودش به راه میاندازه و شعار میده و آقای سلامی میاد یه چیزی میگه، سخنگوی سپاه یه چیز دیگه میگن، رهبر جمهوری اسلامی هم که ادعا میکنه که با خدا صحبت کرده و همه چی تحت کنترل اوست. بله فقط من بودم که چطور پیشبینی باش آشنا هست. بله چطور فقط پیشبینی نکرده ایشون با خدا در ارتباطه که این اتفاقات در خاورمیانه داره میفته، خودش جای به حال تعجب داره. آقای کیان خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید و قطعا در فرصت‌های بعدی هم مسائل مهمتری است که راجبش قطعا صحبت خواهیم کرد و در خدمتتون خواهم بود. مرسی. خوشحالم که با شما بود. به پایان این برنامه رسیدیم. نسخه کامل تا دقایق دیگه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور یوتیوب شبکه و اپ اینتل پلاس. تکه های برنامه از جمله گفتگوی من با مهمان رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. فراموش نکنید که حرف آخر حرف شماست. پس تا هفته آینده و قسمت دیگری از حرف دل خودتون بجوید.